سلام شاگردای عزیز، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ امید که همه شما صحت و سلامت باشین. طبق معمول حتما درس گذشته را شما خواندین و کار خانگی مربوطه شما حتما انجام دادین. و به یادتان است که درس روز گذشته ما چه موضوع بود؟ موضوع درس گذشته ما شما زوایای متبادله داخلی و خارجی بود. ما شما تعریف کردیم در درس گذشته که هرگاه دو خط موازی توسط یک قاطع قطع شود، زوایای متبادله داخلی و خارجی را ایجاد میکنند که با هم یا مساوی هستند. بسیار خوب، درس امروزی که ما شما البته پیشکش میکنیم عنوانش است موازی بودن دو خط در صورتی که زوایای متبادله با هم مساوی باشند. صفحات کتاب شما هستند 161 و 162، یعنی دو صفحه را در بر میگیرد. هدف ما شما بسیار ساده است. البته در این هدفی که ما شما داریم، عزیزا شما باید در این هدف چی را یاد بگیرین؟ که زوایای متبادله زمان ایجاد می شوند که دو خط موازی توسط یک قاطع قطع گردد. یعنی شما عزیزا ببینید درس گذشته ما شما با این ارتباط داره. در اون درس ما شما گفته بودیم که هرگاه دو خط موازی توسط قاطع قطع گردد، زوایای متبادله داخلی و خارجی ایجاد می شود که با هم مساوی است. در اینجا گفته که زوایای متبادله داخلی و خارجی زمان ایجاد میشه که دو خط با هم چی باشن؟ موازی باشه و توسط یک قاطع قطع شود. خب برای از اینکه ما شما به این هدف نائل بیاییم، قبل از همه من یک فعالیت که البته در کتاب شما هست ایره مشترکن با شما چی میکنم؟ کار میکنم. ببینید در این فعالیت ما برای شما میخوانم متن، بعد در این تخته برای شما ایره چی میکنم؟ ثبوت میکنم. در این فعالیت گفته زوایای 3 و 6 با هم مساوی است. یعنی ببینید زاویه 3 با 6 مساوی است. در شکل مقابل از نقطه او وسط خط EF بالای AB عمود رسم کنید. نقطه تقاطع با AB را M بنامید و آن را امتداد دهید که خط CD را در N قطع کند. نشان دهید که دو مثلث MOE و FON با هم مساوی هستند. آیا خط مستقیم MN بر خط مستقیم CD نیز عمود است؟ چرا AB موازی با CD است؟ ببینید عزیزا، اینمی فعالیت ما برای تخته برای شما رسم کشیدیم و برای شما یک به یک نقطه به نقطه چی میکنم پیش میبرم شما بسیار متوجه باشید. در اینجا ببینید خط AB موازی با CD است. اگر AB موازی با CD باشد و زاویه 3 مساوی به 6 باشد، زاویه 3 مساوی به 6 باشد، سه نقطه را برای شما برای ما گفته که شما ثبوت کنید. یک، نشان دهید که FON و MOE هر دو با هم انطباق پذیر یا مساوی هستند. آیا MN عمود بالای CD است؟ چرا AB موازی با CD است؟ ببینید من اینو برای شما رسم میکنم طبق راهنمود فعالیت. اولا در نقطه O که وسط EF است، یعنی وسط EF به چه معنا که این خط اندازه شده. ببینید عزیزا این خط اندازه شده تا اینجا میبینید 28 سانتی است و در نصف از این چند است؟ 14 است. اینجا نقطه او را مانده، یعنی در نصف خط اف ای که قاطع است نقطه او را گفته. شما چی کنین؟ از این نقطه بالای خط ای بی و سی دی عمود رسم کنین، و یا گفته از نقطه او بالای ای بی عمود رسم کنین، باز امتدادش بتین. من این کار را میکنم. ببینین باز هم گونیا را میگیرم، ایزاوی قائم است و ای را میگیرم از نقطه او. ببینید نجزا خوب به ترتیب میارم بالای خط ای بی به این شکل که بالای از او عمود باشه. خوب اجزا متوجه باشین، بله این را ترتیب. وقتی که من ای را رسم میکنم، خوب اجزا ببینین این را رسم کردم. این زاویه که ما شما تشکیل دادیم زاویه چند درجه است؟ 90 درجه است. به این ترتیب گفته ای را امتداد بتین، این امتداد دادم بالای چی؟ خط سی دی. وقتی که ای را امتداد بتم، حالا به سوالات یک به یک جواب میدیم. گفته که ایرخ که امتداد دادیم خط ای بی را در نقطه ام و خط سی دی را در نقطه چی؟ در نقطه ان قطع میکنم. حالا در اینجا دو مثلث ایجاد شد. ببینین مثلث او ام ای اینجا گفتیم یا ام او ای یک معنا دارن و اف او ان اف او ان، یعنی این مثلث و همچنان این مثلث. اینجا خط خطش میکنه. ببینین اینجا که خوب تشخیص شد براتون، یه خط خط سیاه و یه دیگر هم خط خط آبی به این شکل. دو مثال است. حالا در این دو مثال است اول گفته ببینید نشان دید که این دو مثال است، یعنی MOE این مثال است و FON این دو مثال است با هم مساوی است، یعنی انطباق پذیر است.
بر انطباق پذیری مثلث ها اجزا شما قبلا خوانده بودیم که دو مثلث زمان انطباق پذیر است که سه زاویش با هم مساوی باشه یا سه ضلعش مساوی باشه و می ترتیب یا دو ضلع زاویه مابینش مساوی باشه و می ترتیب. شما برای قبلا مطالعه کردین حالا من اینجا ثبوت میکنم که سه زاویه مثلث با هم مساوی است. خب وقتی که من ثبوت کنم در این مثلث ببینین با ترتیب در اینجا ثبوت میکنم. اولا من در اینجا میبینم که اگر این زاویه را یک بنازم و اینمی زاویه دیگر را در اینجا که عمود رسم کردیم این را زاویه دو بنامم، پس زاویه یک مساوی با دو ما شما رسم کردیم 90 درجه بود. بله نوشته میکنم زاویه یک مساوی میشه با زاویه دو و مساوی میشه با چند درجه؟ 90 درجه. بله خب یک زاویه را ثبوت کردیم. زاویه دو ما ببینید اگر اینی زاویه را نوشته کنم که 4 و اینی زاویه را نوشته کنم زاویه 5، 4 با 5 مساوی است. نوشته میکنم زاویه 4 مساوی با زاویه 5. قرار چی عزیزا؟ قرار متقابل بر است. نوشته میکنم که قرار متقابل بر است. بسیار خوب. آلمان زاویه دیگیش زاویه 3 و 6. زاویه 3 و 6 بر شما گفته. ببینید در فرضیه اگر ای بی موازی با سی دی باشد و زاویه 3 مساوی میشه با زاویه 6 باشد، زاویه 3 مساوی با 6 باشد. این را خود فرضیه گفته زاویه 3 مساوی با زاویه 6. این قرار چی هستن؟ قرار متبادله داخلی. خب حالا ببینید در این دو مثلث سه زاویه با سه زاویه مثلث با هم مساوی است. وقتی که هر سه زاویه با هم مساوی باشه اجزا در مقابل زوایای مساوی از دای مساوی قرار دارن، پس این مثلث ها چی هستن؟ انطباق پذیر است. در نتیجه دنج نوشته می کنم که یعنی مثلث MOE مثلث ای انطباق پذیر شد با کدام مثلث؟ با مثلث FON. یعنی ببین این مثلث با این مثلث انطباق پذیر است. یک مادهش. ماده دوم آیا MN موازی و آیا MN عمود بالای CD است؟ بله. ببینید MN بالای CD عمود است به دلیل از اینکه هرگاه دو خط با هم موازی باشند، هرگاه دو خط که با هم موازی باشند وقتی که یک خط بالای یک از عمود باشه بالای دیگرش نیز عمود است. بینی ترتیب ببینید بینی شکل این دو خط، این خط و اینی خط موازی است. هرگاه این خط بالای یکش عمود باشه اینی خط بالای خط دومی نیز چی هستن؟ عمود هستن. پس در نتیجه نوشته میکنیم که خط MN، خط MN عمود است بالای CD. ماده دو سوم چرا ای بی موازی با سی دی است؟ یعنی ای بی موازی با سی دی چرا است؟ به دلیل از اینکه شما در درس قبلی خوانده بودین که زوایای متبادله داخلی زمان ایجاد میشه که دو خط موازی باشه و توسط قاطع قطع شوه. در اینجا ببینین سه با زاویه 6 مساوی است. ببینین نوشته کردیم زاویه 3 مساوی با زاویه 6 قرار متبادله داخلی. زمانی که قرار متبادله داخلی مساوی باشه پس در نتیجه ما شما گفته میتونیم که ای بی موازی با چی هستن؟ موازی با خط سی دی است. پس نوشته میکنیم که اینمی خط چون زوایای متبادله داخلی اینجا واضح نوشته میکنم چون زوایای 3 و 6 قرار متبادله داخلی با هم مساوی اند لذا ای بی قطع خط ای بی موازی با قطع خط چی هستن؟ سی دی است. ببینید این تکرار بر شما نوشته کردم که بسیار عمق درس ما اینمی جاست. پس اینمی موضوع را اگر شما به حساب یک فعالیت دیگر خود شما انجام بدین و رسم کنین دو زاویه را شما ببینین مقایسه کنین که آیا درست است یا نه، زوایای متبادله داخلی و یا زوایای متبادله خارجی زمانی که مساوی باشه پس دو خط حتما چی میباشن؟ موازی میباشن. حال عزیزا به خاطر اینکه شما بهتر بفهمین دو مثال ما روی چارت بر شما رسم کردیم، ما این دو مثال بر روی تخته بر شما نصب میکنم و هر دو مثال با شما کار میکنم تا شما موضوع رو دقیق درک کنید. خب شاگردای عزیز قسمی بر شما گفتم چارت ها رو ما بر روی تخته رسم کردیم، دو مثال است. این دو مثال ما بر شما حل میکنم و با حل کردن از شما موضوع رو بهتر درک میکنید. ببینید حالا مثال اول در اشکال زیر کدام دو خط مستقیم ای بی و سی دی با هم موازی هستند؟ ببینید سه شکل برای شما دادن.
A B C D یک قطع که L قطع شده، اینجام A B C D با خط E F قطع شده، اینجام A B C D توسط قطع E F قطع شده. حالا ما شما میفهمیم از آن، ببینید از طرف چپ به طرف راست میریم، در اینجا 70 درجه و 70 درجه. شما زاویه متبادله را مکمل مطالعه کردیم درس قبلی، این زاویه 70 درجه و 70 درجه قرار متبادلی چی مساویسن؟ متبادلی خارجی نوشته میکنم. ببینید 70 درجه مساوی به 70 درجه قرار متبادله خارجی. خب وقتی که متبادله خارجی با هم مساوی باشه، پس حتما ای بی با چی موازی هستن؟ با سی دی. یعنی در اینجا خط ای بی قطع خطش موازی با قطع خط چی هستن؟ سی دی است. چون زوایای 70 درجه 70 درجه زوایای متبادله خارجی است که با هم مساوی است. در رسم دومی نیم ببینید، در اینجا 110 درجه 110 درجه 110 درجه به طرف راست قاطع و 110 درجه دیگه به طرف چپ قاطع با هم مساوی است. نوشته میکنم در اینجا هم که 110 درجه مساوی به 110 درجه، این قرار چی؟ قرار متبادله داخلی با هم مساوی است. وقتی که هم با هم مساوی هستند، پس در اینجا هم ای بی قطع خطش موازی با قطع خط چی است؟ سی دی است. بسیار ساده است عزیزا، بسیار ساده. بعد در رسم سیومی میایم، ببینید در اینجا ای بی و سی دی رسم شده و توسط ای اف قطع شده، اما این زاویه 110 درجه است، این زاویه چند درجه است؟ 120 درجه، یعنی با هم مساوی نیست. ببینید رسم معلوم میشه که ای بی با سی دی موازی نیستن. وقتی که موازی نباشن تو زاویه مختلف ایجاد میشن، چون دیگه نوشته میکنم که 110 درجه خلاف چند درجه است؟ 120 درجه است، یعنی با هم مساوی نیست. بنابراین نوشته میکنیم که ای بی قطع خط ما شما موازی نیست با چی؟ با سی دی. بسیار ساده نبود عزیزا؟ این مثال اول ما شما بود. در مثال دوم عزیزا ببینید، اگر زاویه یک مساوی به دو باشد، ببینید یک مساوی به دو باشد و زاویه سه مساوی به چهار باشد، زاویه سه مساوی به چهار باشد، کدام جور از خطوط موازیه؟ بسیار ساده است. ببینید در صورتی که یک مساوی به دو باشه، نوشته میکنم در صورتی که زاویه یک مساوی به زاویه دو باشه، پس کدام قطع خط باید با هم مساوی باشه؟ عزیزا ببینید، باید FG با چی موازی باشه؟ با BC. اینجا نوشته میکنم که در نتیجه باید FG قطع خطش موازی باشه با چند؟ با BC. با BC خوب واضح معلوم میشه. ببینید FG و BC این زوایای یک با دو چی هستن؟ قرار متبادله داخلی با هم مساوی هستن. بنابراین باید FG با BC موازی باشه. دوم، در صورتی که دو مساوی به سه باشه، زاویه دو مساوی به زاویه سه باشه. خوب باید ببینید دو مساوی به زاویه سه، قرار متبادله داخلی هم با هم مساوی هستن، باید کدام خطوط با هم موازی باشن؟ ای بی با چی موازی باشه؟ با سی اچ. از اینجا نوشته میکنم که ای بی قطع خط ما باید موازی باشه با چند؟ با سی اچ. اینه ببینین بینی ترتیب. اگر رمت داد بتیم، این دو زاویه زاویه متبادله داخلی استن، ای بی با سی اچ موازی است. بسیار. و اگر سه مساوی با چهار باشه، زاویه سه مساوی باشه با زاویه چهار. ببینید سه و چهار، ببینید پس وقتی که سه با زاویه چهار مساوی باشه، باید کدام از دو با هم مساوی باشن؟ باید بی سی با چی؟ با دی ای باید مساوی باشه، موازی باشه. نوشته میکنیم از اینجا نتیجه میشه که بی سی قطع خط ما باید موازی باشه با دی ای. بسیار. ببینید نزا این مثال دوم بود که من خدمت شما حل کردم، امید که شما موضوع را درک کرده باشیم. خب عزیزا درس بر شما خلاص میگیم. ما شما گفتیم که موازی بودن دو خط در صورتی که زوایای متبادله داخلی با هم مساوی باشند، یعنی زمان زوایای متبادله داخلی با هم مساوی باشند که دو خط موازی توسط چی شود؟ توسط یک قاطع قطع شود، که ما شما تای فعالیت و تای دوی مثال ما شما چی کردیم؟ کار کردیم. و حال کار خانگی را بر شما ما پیشکش میکنم. کار خانگی البته صفحه 162 کتاب درسی شماست که من برای شما یک مرتبه را میخوانم و برای شما راهنمایی میکنم. سوال اول ببینید، در شکل زیر
بی یک مساوی به دی دوست و بی دو مساوی به دی یک است. آیا ای بی موازی به سی دیست؟ چرا؟ یک متوازی لازداد ببینید از داب جوابش با شما خودتان بگید. سوال دوم، در شکل زیر اگر زاویه ای یک مساوی به زاویه دی دو و ای دو مساوی به دی یک باشند، کدام خطوط مستقیم با هم موازی اند؟ در اینی رسم سمیل مربوط به سوال دوم شماست و مربوط به سوال سوم شما، در هر یک از شکل‌های زیر کدام دو خط ای بی و سی دی با هم موازی هستند؟ ببینید من این مثال پیشتر برای شما کار کردم، عین مثال کتاب شماست، فقط شما بگید کدام دو جور خط با هم چی هستند؟ موازی هستند. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. با امید از اینکه درس شما مطالعه کنین، بخونین، کار خانگی را انجام بدین. درس بعدی ما شما زوایای متوافق است. تا درس بعدی را که من خدمت شما پیشکش میکنم، همگی شما عزیزا را به الله پاک می‌سپارم.